غارت شدگان مؤسسه حکومتی کاسپیان روز سه‌شنبه در رشت مقابل شعبه آن تجمع اعتراضی برگزار کردند. مردم غارت شده شعار می‌دادند عزا عزاست امروز، حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز. معترضان با سردادن شعارهایی خشم خود را از غارت سپرده‌هایشان نشان دادند. کارگران حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض به خصوصی سازی این شرکت و پرداخت نشدن چند ماه حقوقشان روز دوشنبه در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی رژیم آخوندی تجمع کردند و علیه گرسنگی کارگران و محرومان و چپاول آخوندها شعار دادند. بازاریان و لنجداران بندر دیلم و گناوه روز سه‌شنبه برای چهارمین روز اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بستند. بازاریان گناوه از روز دوم دی ماه دست به اعتراض زدند. اعتراض بازاریان و لنجداران در استان بوشهر به ممنوعیت ورود کالای کمی است که لنجداران می‌توانستند با عنوان تهلنجی همراه خود وارد کنند. تهلنجی قانونی حق مسلم ما، تهلنجی قانونی حق مسلم ما، تهلنجی قانونی برداریم دیگه کار چیه؟ تهلنجی قانونی. مزدوران سرکوبگر رژیم بار دیگر به دست فروشان در کوی گلستان اهواز حمله کردند. ماموران نیروی انتظامی به همراه ماموران سرکوبگر اجراییات شهرداری روز دوشنبه در حمله به بیش از 60 دستفروش در خیابان 5 کارگر کوی گلستان ببخشید در خیابان 5 کارگر کوی گلستان آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مزدوران سرکوبگر تعدادی از دستفروشان را دستگیر و اموال ناچیز آنها را تخریب یا غارت کردند. اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی کارگران و کشاورزان علیه چپاولگری رژیم آخوندی همچنان ادامه دارد. اعتراضات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه عبارتند از تجمع اعتراضی کشاورزان هندیجان و امیدیه، حرکت اعتراضی کامینداران دسفول و رانندگان تاکسی در یاسوج، تجمع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 94 شهرداری‌ها در اهواز، حرکت اعتراضی خانواده‌های بلا تکلیف در مسکن مهر شهرک ابریشم استان البرز در کرج، تجمعات اعتراضی اهالی روستای هلاباد اردبیل و کارگران تعمیر و نگهداری خط ریل سرخس. مزدوران نیروی انتظامی و لباس شخصی‌های خامنه‌ای روز سه‌شنبه به گروهی از دانشجویان و مدافعان زندانیان سیاسی که در اعتراض به وضعیت وخیم جسمی زندانی سیاسی رضا شهابی، کارگر شرکت واحد در مقابل وزارت کار رژیم تجمع کرده بودند، حمله کردند و با ضرب و شتم زیاد 37 نفر را دستگیر کردند.
همسر رضا شهابی نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر شد. مزدوران خامنه‌ای در وحشت از بالا گرفتن خشم دانشجویان و کارگران ناچار شدند چند ساعت بعد این 37 نفر را آزاد کنند.